آیا هیچ گونه تضمینی هست که ایران به آنچه که تعهد داده عمل کنه؟ من میدونم که ایران قبلا وعده هایی داده بوده و کارهایی رو کرده بوده. آنچه که من میتونم الان بگم اینه که من وظیفه‌مو انجام میدم، در حال مذاکره هستم، تلاش دارم که آنچه که لازمه روشن بشه رو روشن کنم و من به انجام این کار ادامه خواهم داد. در واقع اینکه ما در گذشته موفق بودیم یا خیر مطرح نیست. در برخی از موارد موفق بودیم، در برخی از جنبه ها هم اونقدری موفق نبودیم، ولی این معناشی نیست که ما همکاریمون رو باید متوقف بکنیم. ما باید به همکاری خودمون ادامه بدیم و با توجه به شرایط حاضر به فعالیت خودمون ادامه بدیم. در ارتباط با مکانها و سوالی که شما در این زمینه مطرح کردید، ما همچنان مکانهای مربوطه رو بر اساس یک فرایندی برای روشنسازی ادامه خواهیم داد و ما فکر میکنیم که در حال حاضر سوالات دیگری نداریم که موجب ابقای یک فرایند شود و به همین سادگی باید خدمتتون عرض کنم هیچ مذاکره‌ای نیست که الان بخواد انجام بگیره. ما در حقیقت به کار عملی و واقعی توجه داریم. در ارتباط با این موضوع خاص ما قبلا کارهایی رو انجام دادیم که اشاره داره به یک جنبه مشخصی از فلز و اتفاقاتی که در گذشته افتاده، یک دیسک فلزی. ما در اینجا یک سری فعالیت‌های راستی آزمایی رو انجام دادیم، یک سری سوالاتی رو داشتیم و فکر می‌کنیم که در این مقطع کار بیشتری نیست که انجام داد تا اینکه بیشتر قضیه رو در این زمینه روشن کنیم. بنابراین دلیلی هم وجود نداره که بخواهیم این موضوع رو در برنامه کار خودمون شامل کنیم. اگر که بخواید میتونیم برنامه کار بنامیمش برای چند ماه آینده. سوالی هست در ارتباط با پادمان. چه موقعی برنامه هست که به وین بیام؟ در ارتباط با موضوعی که شما بهش اشاره کردید، همون گونه که اطلاع دارید، این موضوع مشروط هست به مذاکرات در ارتباط با بازگشت به برجام. ما این موضوع رو این بار بحث نکردیم چون که ما همچنان ادامه داریم میدیم با این برنامه موقت و میانی که الان داریم که معناش این هست که یک سری از فعالیت ها رو میاییم رصد میکنیم تا اینکه بازگشت به برجام کامل صورت بگیره. پس بنابراین لازم نیست که این موضوع رو در نظر بگیریم با توجه به اینکه فعالیت های ما بدون هیچ گونه وقفه ای در چارچوب آنچه که توافق شده با ایران ادامه داره. شما میدونید که اطلاعات حفظ میشه تا اینکه بازگشت به برجام و اون توافق صورت بگیرد. در ارتباط با بخش دوم سوال شما باید بگم من گفتگوی خیلی خوبی داشتم با وزیر خارجه ایران. فکر میکنم که بله، نیت ایشون این هست که برگرده به برجام. البته شما باید در ارتباط با این موضوع از ایشون سوال کنید و از جمهوری اسلامی ایران بپرسید، ولی فکر میکنم که نیت ایشون این بوده که به مذاکرات برجام برگرده. ولی من دقیقه به دقیقه این موضوع رو دنبال نمی‌کنم. احتمالاً شما بهتر از من در ارتباط با این موضوع اطلاعات دارید. دو تا سوال هست. یکی در ارتباط با شمول این موضوع در بحث برنامه عمل هست و یکی هم در ارتباط با پرونده هایی که مطرح هست. و شما اشاره کردید که اجرای برجام و توافق برجام مشکل خواهد بود اگر که موضوعات روشن نشده باشه. اگر که ایران امتناع بکنه که تکمیل بکنه آنچه که توافق شده بوده، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان گونه که عرض کردم، شما هیچ وقت من رو نومید نمی کنید. مسائل خیلی زیادی در سوالتون مطرح بود. نمیدونم که سوالتون در واقع چند تا سوال نهفته درش بود. من سعی می کنم که جوابتون رو بدم. اگه چیزی رو فراموش کردم به من یادآوری بکنید.
در خصوص موضوع آنچه که در جمله بندی ها قرار دارد و چه اتفاقی خواهد افتاد، باید عرض کنم که جمله بندی خیلی دقیق هست و با دقت نوشته شده و ما آماده هستیم که یک کارهایی را انجام بدیم که هدف اون این هست که بیاییم به یک نتیجه‌گیری و استنتاجی برسیم و یا استنتاج هایی برسیم. این هم ممکن اتفاق بیفته و شاید هم نیفته. زمانی دیگر یکی اینجا از من پرسید که برای که بخواید این رو ببندید پرونده رو چه چیزی لازمه؟ خب اگر ایران همکاری بکنه همین کفایت میکنه. اگر ایران همکاری کرد دیگه لازم تا ماژوان هم ادامه پیدا کنه، ولی ایران اگر که همکاری نکرد این در حقیقت هیئت نیست، بلکه خود من این موضوع رو در نظر میگیرم. هیئت دارای اون وظایف و صلاحیت‌های خودش است که من اون رو مورد مناقشه قرار نمیدم، ولی من به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیپذیرم و همچنان به ارائه بتر سوالات ادامه میدم و این فرایند رو ادامه میدهیم. این متن در حقیقت دارای ویژگی هست و دارای اون شرطی هست که موضوعات رو خیلی صریح بیان میکنه. ما با همکاری خودمون ادامه خواهیم داد تا حدی که میتونیم به منظور اینکه بتوانیم به یک نتیجه‌گیری برسیم. این نتیجه‌گیری یا استنتاج میتونه در جهت‌های مختلف باشه. نتیجه‌گیری میتونه این باشه که شما نتیجه میگیرید که به اندازه کافی عناصر در اختیار دارید که در نظر بگیرید و بپذیرید که یک موضوعی روشن شده است و در ارتباط با اون فلز برای مثال یا سوالات بیشتری شما دارید یا اینکه متقاعد شدید و یا اینکه ممکنه که به این نتیجه‌گیری برسید که آنچه که دارید کافی نیست و بنابراین امور بیشتری مورد نیاز است. و من اعتقاد دارم اگر که شما این رو در نظر بگیرید و مقایسه کنید با نقشه راه 2015 در این راستا، فکر میکنم که تفاوت زیادی و جدی رو ملاحظه خواهید کرد. در اون زمان البته فرایند فرق می‌کرد، ولی اگر که بخوایم مقایسه ای بکنیم من میتونم بگم که ما در اینجا در ارتباط با گزارش نهایی در این تاریخ و آن تاریخ صحبت نمی‌کنیم. اینها شرایطی بودند که من نمی‌خوام راجع بهشون قضاوتی داشته باشم با توجه به اینکه حقیقی که در اون زمان قضاوت کرده بوده. آنچه که من می‌خوام بگم این هست که ما داریم کار می‌کنیم. ایران تعهد کرده که با ما همکاری بکنه و آنچه که من تعهد کردم انجام بدم این هست که به یک نتیجه و استنتاجی برسن و این استنتاج میتواند نهایی باشد، میتواند جزئی باشد، هر چیزی میتونه باشه و من امیدوارم که البته همه چی به خوبی پیش بره. این نیت صادقانه من هست. تونستم همه چی رو پوشش بدم؟ نه اصلاً لورنس، متاسفانه سوالات واضح شنیده نمیشه. کمی موضوع مبهم است که ایران دقیقاً چه کاری میکنه. آیا شما تسلیم خواهید شد و تعلیق میکنید کل فرایند رو؟ نه نه، شما میدونید که پادمان چگونه عمل میکنه. اگر که یک سری عناصری در اختیار ما باشه که ما بتونیم به شیوهای خاصی تحقیق بکنیم، خب این کار رو میکنیم. آنچه که ما الان در اونجا هستیم این هست که آنچه که دنبالش هستیم الان این موجود نیست و این امکان هم برای ایران نبوده که بتونه امری رو اثبات بکنه و یا اینکه نفع بکنه و این فلز ذوب شده و الان نیست. نه نه، ما هرگز پرونده ای رو نمیبندیم و نبستیم. ما ارزیابی رو باید انجام بدیم. در این مرحله بر این در مقطع از زمان دلیلی وجود نداره که ما این امر رو ادامه بدیم، چون که به هیچ جایی ختم نخواهد شد، به هیچ جایی نخواهد رسید. ممکنه توضیح بدید که این امر تا چه حدی به گفتگوهای مربوط به برجام ارتباط پیدا میکنه و چارچوب زمانی که انتخاب کردید در این زمان در این ارتباط چقدر میتونه متأثر بشه؟ یک سری عناصر در اینجا مطرح هستند. از یک طرف یک نفر به طور عینی میتواند اظهار نماید. امروز چه روزیه؟ 5 مارس. بسیار خوب، 3 ماه زمان خیلی معقولی
به حساب میاد، چارچوب زمانی خیلی معقولی به حساب میاد که ما بدونیم که آیا عناصر کافی رو در اختیار داریم که بتونیم به یک استنتاجی برسیم، یک نتیجه و یا نتایجی. بله، برای من به این ترتیب نیست، این اختیار نیست که یک امری رو مشروط به امر دیگری بکنم، ولی کاملا روشن هست که از نقطه نظر ایران بسیار مهم هست که این فرایندها به اصطلاح نمیخوام بگم در همزمانی کامل با هم دیگه به پیش بروند، و این مسئله است که میتونه قابل تفسیره و از نظر ما این موضوعیت نداره دقیقاً. ما تا آنچه که میگوییم این هست که تا ماه ژوئن ما امیدواریم که هدف گذاری کردیم تا به یک استنتاجی برسیم. در برجام این امریه که مذاکره کنندگان برجام باید به اون بپردازند، و من خودم شخصا فکر نمی کنم که این اتفاق بیفته. از بی بی سی فارسی یک سری ظاهراً تعارضاتی وجود داره بین آنچه که شما میگویید و آنچه که طرف ایرانی میگوید. شما با سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفتگوهایی داشتید، زمانی رو مشخص کردید، 2.5 ماه. شاید این خبر خوبی به حساب بیاد، شاید اونها میخوان انقدر با خوب عمل کنند که حتی زودتر از اون موقعی که من انتظار دارم به نتیجه برسند. ولی شما در اون بیانیه مشترک دیدید که چه چیزی نوشته شده است؟ شما می‌بینید که ما بهترین موقعیت رو الان در اختیار داریم، و این چیزیست که من به معاون رئیس جمهور گفتم و به بقیه. ما باید سخت کار کنیم و با عزم کار کنیم. ما دقیقاً می‌دونیم چی نیاز داریم، اونها هم دقیقاً می‌دونن که ما چه چیزی نیاز داریم. اونها سوالاتی رو مطرح کردند که ما ازشون انتظار داریم، و همگونه که ملاحظه می‌کنید اون خط زمانی که مشمول شده در این بیانیه کاملاً بسیار الزام آور هستند و باید در مدت و ایجاب میکنند که کار فشرده ای انجام بگیره در این مدت زمان، و ما باید مطالبی اونا دریافت بکنیم، بعد واکنششون بدیم و بعد کار ادامه پیدا بکنه. ما مایل هستیم که با یک سرعتی به پیش بریم که بتونه دوام داشته باشه و استمرار داشته باشه و بر اون بتونیم تکیه بکنیم. متاسفانه سوال قابل شنیدن نیست. بله، ما به طور موازی در حال همکاری هستیم. ما با طرف اوکراینی خودمون در تماس بودیم و در دو حوزه، در دو زمینه کار رو دنبال میکنیم. ابتداعا ما داریم وضعیت رو خیلی از نزدیک دنبال میکنیم، به ویژه بعد از رویدادهای روز پنجشنبه و جمعه. ما حتی موضوعات رو از نزدیکتر دنبال کردیم. حتی میتونم بگم که اگر که بخوایم بگیم متواضعانه، ما اومدیم و شیفت افرادی که در اون نیروگاه بودند رو هم مد نظر قرار دادیم و خواستیم که افراد بتونن شیفتشون رو تغییر بدن و به موقع برن، و این نشانه هایی هست مثبت. در مورد چرنوبیل ما نتونستیم اطلاعات رو به دست بیاوریم، ولی اون رو در مذاکرات خودمون مشمول کردیم، و این نکته مثبت هست که ما یک چارچوبی رو در اختیار داریم که با هم دیگه صحبت بکنیم، گفتگوهامون رو ادامه بدیم. و من اعلام کردم که من آمادم که در اسرع وقت به اوکراین برم. یک سری عناصری در اینجا مطرح است که قابل بررسی هستند. من به طور فعالانه در حال بررسی تمامی این مسائل با طرف‌های علاقمند هستم، و طبیعتاً ما به دنبال این موضوع به طور دائمی هستیم. از سوال شما ممنونم.
ممکنه که این بلندتر سوالتون رو مطرح کنید؟ شما در چه حالتی متقاعد میشید که تهران مسائل رو حل کرده؟ ابتداعاً خیلی ممنونم از سوالتون. مسائل مربوط به پادمان به طور سیاسی حل و فصل نخواهد شد، چرا که من این رو نمیپذیرم شخصاً. و به همین دلیل هست که ما همچنان به فرایند پادمانی خودمون ادامه میدیم تا مسائل رو حل بکنیم. از لحاظ سیاسی من تصورم این هست که ما تصمیم گرفتیم که موضوع رو حل بکنیم، چون که کسی بر من فشار میاره یا کس دیگری تصمیم میگیره که این پرونده رو ببنده. نه، این اتفاق نمیفته. آنچه که شما امروز مشاهده کردید، این بیانیه مشترکی که امروز مشاهده کردید، دلیل و اثباتی بر این امر هست. بنابراین هیچ گونه ضرب العجل مصدوعی وجود نداره، هیچ گونه نتیجه ای که از قبل تعریف شده باشه وجود نداره، هیچ گونه نام از پیش تعریف شده برای کاری که من انجام خواهم داد نیست، و به این ترتیب هست که من کار خودم رو ادامه خواهم داد. ما به صورت مستقل کار حرفه‌ای خودمون رو ادامه خواهیم داد و با افراد کارشناس در دپارتمان پادمان میایم ارزیابی میکنیم امور رو، و هر چیزی که در این زمینه امکان پذیر باشه رو دنبال خواهیم کرد و انجام خواهیم داد. برای این بحث سیاست در اینجا مطرح نیست. بله، اگر که خیلی سخته که سوالات شما رو بفهمیم وقتی که ماسکم زدید. I would like to ask about the centrifuge facility that Iran has moved from Karaj to somewhere. در مورد تأثیرات ایران در کرج و اصفهان و غیره سوال هست. اون محلیه که ما به خوبی میشناسیم. آقای پارو بارها اونجا رو دیده و ما توانستیم به طور موفق دوربینای خودمون رو اونجا نصب کنیم. همون گونه که اطلاع دارید، با توجه به این که این نوعی از ترتیباتی است که همکار ما چند دقیقه پیش به اون اشاره کردند، ما مشغول به ضبط هستیم و اطلاعات رو البته الان دریافت نمی کنیم، ولی انتظار داریم که اون اطلاعات رو وقتی که برجام JCPOA is revived or احیا شده دریافت بکنیم. خیلی ممنونم. آیا شما انتظار دارید که هیچ گونه فیلمی از دوربین دریافت بکنید؟ سوال در این ارتباط است. آخرین بخش سوال شما برمیگرده به اون فرایندی که ما اکنون شروع کردیم. یکی از اموری که ما لازمه که بدونیم همین این موضوع هست. در مورد بخش اول سوال شما در مورد زمان بود. چه زمانی ما فیلم ها رو دریافت میکنیم؟ ابتدا باید بگویم با توجه به این که این ترتیب موقت، از زمانی که این ترتیب موقت رو ما امضا کردیم، این امر مشروط به برجام هست. تاریخ دقیق دست من نیست. آنچه که من هماهنگ کردم با طرف ایرانی این بوده که اونها به ما این اطلاعات رو بدند. این یک تعهدی که ایران ارائه کرده است. در ارتباط با اینکه چه زمانی این رو به ما میدهند، بر اساس درکی که من دارم، با توجه به اینکه توافق نهایی صورت نگرفته، درک من مورد توجه مذاکره کنندگان قرار خواهد گرفت و در این چارچوب زمانی، خط زمانی که اونها روش کار میکنن، دقیقاً چه موقع این اتفاق میفته بعداً تعیین خواهد شد. ضرورتاً آخر زمان نخواهد بود و یک چیزی در طول این زمان خواهد بود. من نمیخوام به این قضیه بپردازم، چون که مذاکره کنندگان در حال تهیه این سند هستن که خیلی هم پیچیده هست و بخشای مختلفی رو داره، و به همین خاطر من نمیدونم که این در کدوم دقیقاً جعبه و موقعیت قرار میگیره. That's going to be a worry.
تا زمانی که ما تمامی ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی را که اعتقاد داریم باید داشته باشیم در اختیار نگیریم، ما در شرایطی بسیار دشوار هستیم. من باید عرض بکنم که وضعیت در حال تحول هست. ما نباید نسبت به این امر چشم خودمون رو ببندیم. یک بیان بهتر این هست که ما در حال حرکت به سمت یک نوع روابط قابل قیاس هستیم و این معناش این است که از لحاظ فنی ما میتونیم یک سری تعدیل‌هایی رو داشته باشیم، یک سری درک‌های بهتری داشته باشیم. من نمیخوام که به جزئیات هم بپردازم، چون که این بخشی از قسمت‌های محرمانه پادمان هست، ولی به طور کلی میتونم بگم که وارد جو بهتری شدیم و امور داره به نحو مناسبتری به پیش میره. Yes. Well, it's going to be difficult. در مورد زمان پرسیدند. فکر می‌کنم که چندین ماه طول می‌کشه. کمی مشکل، خیلی مشکله. ما در اسرع وقت این کار رو انجام خواهیم داد. آقای سپاروف مطمئنم که خیلی سخت تلاش خواهند کرد. شاید ایشون الان دارن به من میگن که شاید خیلی هم ماهای طولانی طول نکشه، ولی بحث روز نیست، یعنی چند روز حل نمیشه. احتمالاً جوابی که من بتونم به شما بدم که شاید کمی گمراه کننده بود، باعث شده که افراد فکر کنند که خیلی طول میکشه، ولی آقای بارو خیلی با جواب من موافق نبودند، برای همین اصلاح میکنم. ولی بیشتر از یک ماه قطعا طول میکشه و ممکنه که کمی زمان ببره و در واقع ما اموری رو مشاهده خواهیم کرد که میتونه ایشون و تیمش رو به این سمت هدایت بکنه که سوالات بیشتری رو بپرسند و با شرایطی مواجه بشوند که ما واقعا شاید لازم باشه که روزهای بیشتری رو صرف اونها بکنیم. میپرسن توضیحاتی دارید بدید، بعد ایشون میپرسن در مورد چی؟ من میتونم عرض کنم که یک توضیح قانع کننده نیست. ما ترجیح میدادیم که یک جواب کامل و روشنی به این موضوع می داشتیم. ما می دونیم که در زندگی اثبات منفی ممکن نیست، ولی نمی توانیم هیچ یک از این امور رو استثناء بکنیم و اینها بخشی از اون صورت انباری بوده که ایران داره و وضعیتی هست که من نمی تونم موضوعات رو عنوان قابل قبول یا غیر قابل قبول برای اونها در نظر بگیرم. به هر حال وضعیت همینی که هست که هست. در پاسخ سوال مشخص نیست، ولی میگویند که من فکر نمی‌کنم به خاطر ماهیت موضوع. آنچه که شما الان به اون اشاره می‌کنید به یک محل ربط ندارد، بلکه اشاره داره به یک مقدار کوچک و از موضوعی که قابل ردگیری نیست و به عقب هم نمیتواند ردگیری شود و پیگیری شود. و ما تقریبا میدونیم که 20 سال پیش اتفاقی براش افتاده بوده و اینکه چه اتفاقی براش افتاده دیگه تغییر کرده. کاملا متفاوت از اون موقعی که شما ردی پیدا بکنید از اورانیوم غنی شده در محلی که قرار نبوده که هیچ گونه اورانیوم غنی شده در اون یافت شود، و وقتی که شما اطلاعاتی در مورد تجهیزات و غیره دارید و غیره. من یک جام بلورین ندارم، نمیدونم این قضیه چطوری به پایان خواهد رسید، ولی به روشنی میتونم بگم که من نمیتونم پیش بینی بکنم که شما در همون وضعیت قبلی بمونید. طبیعتاً قطعا این یک موضوع کاملا متفاوت هست و یک داستان کاملا متفاوت هست. Why there are some deadlines mentioned in there, if your
questions are not resolved by those states, then the process will. به بیانیه مشترک اشاره دارند که باید مسائل مسائل حل بشود. فرایند همچنان ادامه خواهد یافت تا اینکه ما بتونیم به یک استنتاجی برسیم، یا استنتاجی که انتظار داریم یا یک استنتاج متفاوت. تا وقتی اون اتفاق نیفتاده این فرایند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ما ضرب العجل مصنوعی در نظر نگرفتیم. ضرب العجل مصنوعی به این اعتبار که برای مثال تا عید باید نتیجه گیری کنید. یعنی اگر که مثلا این ضرب العجل به طور مصنوعی وضع شده باشه که تا زمان عید این موضوع نتیجه‌گیری شود، این غیر ممکن است. من نمیتونم قطعا این رو بگم که تا اون موقع ما به نتیجه‌گیری خواهیم رسید و استنتاج حاصل خواهد شد. شما اشاره کردید به استنتاجاتون که ضرورتا مثبت منفی نیست، نباید باشه و مسائل می توانند به اشکال مختلفی حل شود. و در مورد اجرای معامله صحبت کردند. اجرای کدوم معامله؟ برجام. اون بر عهده کسانی که در اون برجام در معامله برجام بحث می کنند. من فکر نمی کنم که شما بتونید یک رابطه قابل قیاس داشته باشید از گویی که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده است. وقتی که مسائل بسیار مهمی چون روشنسازی پادمان ها با شکست مواجه شود. البته آنچه که من میگم کاملا حدسیات است. آنچه که مهمه اینه که ما این فرایند رو الان شروع بکنیم، کار خودمون رو ادامه بدیم، ببینیم کار چطوری به پیش میره و امیدواریم که به یک امر ملموسی در طی چند ماه دست پیدا بکنیم. بله بفهمید. اشاره به این که هفته ها و ماه ها هست که با اروپایی ها صحبت شده، شما باید ایده ای داشته باشید از اینکه ایران آیا توانسته متقاعد بکنه طرف مقابل رو. من تصور میکنم و ایده من از آنچه که ممکن اتفاق بیفته هیچ گونه اثری بر روی فرایند نداره. من یک مأموریتی بر عهده‌ام گذاشته شده که از لحاظ فنی باید اون رو انجام بدم و برداشت من، احساس من در مورد آنچه که بقیه انجام میدن مثل یک زمین بیلیارد میمونه که خب طبیعتاً ممکنه جالب باشه آنچه که من، شما و تحلیلگران میگویند. شاید شما تحلیلگران حتی بهتر از من بتونید پیش بینی بکنید. اینو صادقانه عرض میکنم. من اعتقاد دارم آنچه که مهمه اینه که ما بر روی کار خودمون متمرکز باشیم و ما به گفتگوهای خودمون ادامه خواهیم داد و میبینیم که به کجا میرسیم. بحث اینه که اگر که شما دست آخر نگید که خوشحال هستید یا غیر، چی میشه اون برجام؟ این بحثیه که برای مذاکره کنندگان برجام نه و نه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خیلی ممنونم. من به شما قول میدم که یک کنفرانس خبری فردا دیگه برگزار نکنیم. دوشنبه شاید در ارتباط با این موضوع یا موضوعات دیگه. بله، من تلاش دارم که بهتر بشه کارم. من دیپلماتم، مایل هستم که زبان اون کسانی رو که باهاشون مذاکره میکنم رو بهتر درک بکنم و بفهمم. خیلی ممنونم.